این سال پرده خواب را زدیم. ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصاد ما لبثوا امدا. بعد از آن ایشان را برانگیختیم تا آشکار کنیم کدام یک از دو گروه مدتی درنگ خود را بهتر حساب کرده است. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ما برای تو داستان ایشان را به حق میگوییم. بگمان ایشان جوانانی بودند که به پروردگار خیش ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افزودیم. و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا و ما به دلهایشان قوت دادیم هنگامی که برخواستند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است و جز وی به هیچ معبودی نیایش نمی کنیم، که اگر چنین کنیم در این هنگام سخنی دور از سنجش زده ایم. اینها قوم های ما هستند که با جز خدا معبودان دیگری را برگزیدند. چرا صحبت روشن و سکوت آن نمی آورند؟ پس کی ستمکارتر از کسی که بر خداوند و دروغ افترا کرد؟ و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الى الكهف ینشر لكم ربكم من رحمته و یهیئ لكم و چون از ایشان و آنچه را و جز خدا می پرستند دوری جستید، پس در غار پناهنده شدید. پروردگار شما از رحمت خیش به شما فیضان می کند و در کار شما گشایشی فراهم می نماید. و تر الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال و هم فی فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. و خورشید را در آوانی که طلوع می کند می بینی که به سمت راست غار یعنی مرحل سکونتشان میلان می کند و در هنگام غروب به طرف چپشان می گذرد و ایشان در گشادگی از آن غار قرار داشتند. این از آیات خداوند است. هر که را خدا را یاب گرداند حقا که راه یافته است و هر که را به گمراهی بگذارد برای او حامی و رهنمای هرگز نیابی. ایشان را بیدار میپنداشتی در حالی که خفته بودند و ما ایشان را به پهلوی راست و پهلوی چپشان میگردانیدیم و سگ ایشان همچون پاسداری بازوهای خود را بر آستانه غار دراز کرده بود. اگر به ایشان نگاه میکردی بیگمان از ایشان روی برتافته فرار میکردی و ترس از ایشان سراپای وجود تو را میگرفت. و کذلک بعثناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فليكتب
ایشان را از خواب بیدار کردید تا بین خود سؤال کند. یکی از ایشان گفت چی مدتی درنگ کردید؟ گفتند شاید روزی یا پاره از روز درنگ کرده باشید. و چون به نتیجه نرسیدند گفتند پروردگار شما با آنچه درنگ کردید بهتر میداند. او کنون یکی را از میان خود با این پول خود به شهر بفرستید تا ببینند کدام یک از ایشان غذای پاکیزه تر دارد و از آن به شما غذای بیاورد. باید در شهر روش لطفکارانه ای را در پیش گیرید و به شما کسی را آگاه نسازد. واکن اگر ایشان بر شما دست یابند شما را سنگسار یا شما را با آیین خود برمیگرداند و آنگاه هرگز رستگار نخواهید شد. و کذلک اخرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق و ان الساعت لا ریب فیها اذ یتنازعون بینهم امرهم فقالوا بنوا علیهم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذین غلبوا علی و بدین گونه مردم را از حال ایشان خبر گردانیدیم تا بدانند وعده خداوند حق است و در قیامت شکی نیست. هنگامی که مردم آن سرزمین میان خود در زمینه نزاع میکردند بعضی گفتند عمارتی بر حال ایشان بسازید. پروردگار ایشان به حال ایشان آگاهتر است. ولی آنی که در کارشان حقیقت را دریافتند گفتند یقیناً بر غار ایشان مسجدی بسازید. سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم و یقولون خمسة سادسهم کلبهم رجما بالغیب و یقولون سبعة و ثامنهم کلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا. گروهی خواهند گفت اصحاب کهف سه کس بودند که چهارم ایشان سگ آنها بود و گروهی دیگر خواهند گفت پنج کس بودند که ششم ایشان سگ آنها بود همچون تیری که بر تاریکی می اندازند و خواهند گفت هفت کس بودند که هشتم ایشان سگ آنها بود. بگو پروردگار من به تعداد ایشان آگاهتر است. تعداد ایشان را جز گروه اندک کسی نمی داند. پس در مورد ایشان جز به گونه بسیار روشن و واضح گفته شنود مکن و در مورد ایشان از هیچ یک از ایشان که برای گفته های ایشان دلیل ندارند مپرس. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله واذكر ربك اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. و هرگز مگوی من فردا این کار را انجام میدهم مگر این که به آن علاوه کنی اگر خدا بخواهد و چون فراموش کردی همین که به یادت آمد آن فراموشی را جبیره کن. پروردگارت را یاد کن و بگو امید است مرا پروردگارم برای مقرون به ثواب نزدیکتر از این رهنمایی کند. و لبثوا فی کهفهم 300 سنین و ازدادوا 9. ایشان در غار خیش 300 سال درنگ کردند و 9 سال دیگر بر آن افزودند. قل الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به و اسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه. بگو مدتی را که ایشان درنگ کردند خداوند بهتر می داند.
اسرار آسمان ها و زمین از آن اوست. چقدر بینا و چقدر شنواست. ایشان به جز او حامی ندارند و هیچ کس را در حکم خیش شریف نمی گیرند. واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. آنچه را به تو از کتاب پروردگارت وحی شده است تلاوت کن، هیچ تبدیل کننده برای سخنان او نیست و به جز او هیچ پناهگاهی نمی‌یابی. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. و خیشتن را با بودن با کسان شکیبایی بخش که با پروردگار خیش در پگاه و بیگاه نیایش می کنند، تنها رضای او را می جویند و به خاطر جستجوی زینت زندگی دنیا چشمان خیش را از ایشان مگردان و کسی را پیروی مکن که دلش را از یاد خیش غافل ساختیم. او که هوای نفس خود را پیروی کرد و کار او افراط است. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. بگو این سخنان حق است از جانب پروردگار شما، پس هر که خواهد ایمان آورد و هر که خواهد کافر شود. بیگمان ما به ستمکاران آتش را آماده کرده ایم که سر و پرده آن ایشان را احاطه می کنند و اگر فریاد رسی بخواهند برایشان آبی چون فلز گداخته شده داده می شود که روحایشان را بیان می کنند. چی بد آشامیدنی و چی بد آسایشگاهی. این الذین آمنوا و عملوا الصالحات این ولی کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو کردند ما بیگمان مزد کسی را که کاری نیکو کرده است ضایع نمی کنیم. اولئیک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانهار یحلون فیها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. برای چنین کسانی باغهای جاودان است که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد. در آنجا دستبندهای طلایی را به حیث زیور می پوشند و جامه های سبز از لباس ابریشمین نازک و لباس ابریشمین زخیم می پوشند. در آنجا بر تختها تکیه کنان نشستند. چی نیکو مزدی و چی خوب تکیه کاهی. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. و ایشان داستان دو مرد را بیان کن که برای یکی از ایشان دو باغ از انگور دادیم و گرداگرد آنها را به وسیله درختان خرما احاطه کردیم. در میان این دو با حاصل زراعتی بسیار خوب قرار دادیم. کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا و فجرنا خلالهما نهرا
بر دو باغ بارور گردید و از این یعنی حاصلات هیچ کمبودی به وجود نیامد و در هر دو باغ جویبارهای را جاری ساختید. و کان له ثمر فقال لصاحبه و هو یحاوره انا اکثر منك مالا و اعز نفرا. و برای صاحب آن میوه وافری به دست می آمد. او در حالی که با هم صحبت می کردند به دوستش گفت از تو با مال فیزونی دارم و نفرهای نیرومندتری در اختیار دارم. و دخل جنته و هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. و به باغ خیش در حالی داخل شد که به خیشتن ستمگار بود گفت هرگز گمان نمی کنم که این باغ نابود شد. و ما اظن الساعت قائمتا ولئن رددت الى ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. و نه هم گمان دارم که قیامت برپا شدنی باشد و حتی اگر به سوی پروردگارم هم بازگردانده شوم یقینا جایگاهی بهتر از این خواهم یافت. قال له صاحبه و هو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. در حالی که دوستش با وی صحبت می کرد گفت آیا با کسی که تو را از خاک و باز از نطفه آفرید و باز تو را به شکل مردی در آورد کافر شدی؟ لکنه الله ربی ولا اشرک بربی احدا. ولی من به این اعتراف دارم که همانا خداوند پروردگار من است و با پروردگار خود هیچ کس را شریک نمی آورم. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. چرا هنگامی که به باغ در آمدی نگفتی این همان چیزی است که خدا خواسته است؟ قوتی نیست به جز خدا. اگر مرا ببینی از نگاه ثروت و فرزند از تو کمترم، با این هم شاید پروردگارم برایم چیزی بهتر از باغ تو بدهد و بر باغ تو عذاب حساب شده از آسمان بفرستد و آن را به میدان صاف لغزنده مبدل سازد یا آب آن در اعماق زمین فرو رود، پس تو هرگز قدرت بازجستن آن را نداشته باشی. و احیط بثمره فاصبح یقلب کفیه على ما انفق فیها و هی خاویة على عروشها و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. بدین ترتیب